سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیز و شما را خوش آمد میگم به یکی دیگر از درس های اتوکد. امروز میخواییم با هم دیگر روی این مثال کار کنیم. به خاطر که این مثال کار کنیم میتونیم به صورت عادی از کمند لاین استفاده کنیم و یک قسمت های از زیر با استفاده از لاین ترسیم کنیم. همچنان اگر بخواییم به صورت حرفه‌ای کار کنیم ما میتونیم از construction line استفاده کنیم. Construction line عبارت از او خطوط کمکی میباشند که به خاطر ترسیم معمولا به خاطر ترسیم مقاطع، به خاطر ترسیم نماها در نقشه های ساختمانی، البته نظر به پلان از اونها استفاده میشه. همچنان در این قسم، در این گونه موارد و در این قسم اشکال نیز از construction line استفاده زیاد صورت میگیره. به خاطری که ما construction line را ترسیم کرده بتانیم، میم در این قسمت در روی draw کلیک میکنیم و روی آیکنش که اینجا است کلیک میکنیم و ترسیم میکنیم. و یا یکی که به صورت شارتکت XL تایپ میکنیم، انتر میکنیم. چندین حالت داره. یعنی ما میتونیم می construction line به صورت horizontal یعنی افقی، vertical یعنی عمودی، angle تحت یک زاویه، bisect تحت یک reference line و همچنان offset نظر به فاصله با یک خط ترسیم کنیم. امروز ما و شما روی horizontal و vertical کار خواهیم کرد. به این معنی که ما میتونیم construction line افقی و عمودی ترسیم کنیم. مثلا ما میخواییم در این قسمت یک construction line افقی ترسیم کنیم. پس XL type میکنیم، enter میکنیم، میاییم در این قسمت کلیک میکنیم. در اتوکد 2014 ما میتونیم کلیک کنیم و یا ای که به صورت شارتکت H تایپ کنیم، انتر کنیم و در این قسمت کلیک میکنیم تا برای ما یک construction line به صورت افقی ترسیم کنه. به خاطر ترسیم کردن عمودی یک construction line عمودی دوباره XL تایپ میکنیم، انتر میکنیم. میایم حالت دومش که vertical است انتخاب میکنیم و یا به عنوان شارتکت V تایپ میکنیم، انتر میکنیم و در این قسمت کلیک میکنیم تا برای ما ترسیم کنه. حال این قسمت اضافی که به او ضرورت نداریم را با استفاده از عملی ترم پاک میکنیم. یا میایم در این قسمت ترم یا TR تایپ میکنیم، این شکل کلش انتخاب میکنیم، انتر میکنیم و روی این قسمت ها کلیک میکنیم تا پاک شود. سمت چپ این مثال ما ترسیم شد. حال سمت راست ازیره با استفاده از این فاصله و با استفاده از عملی آفست ترسیم میکنیم. میریم روی آفست یا او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، این فاصله 96 را وارد میکنیم، 96 انتر میکنیم و از این خط به سمت راست آفست میگیریم. این خط اضافه را نیز با استفاده از عملی ترم پاک میکنیم. میایم در روی ترم یا تی آر تایپ میکنیم، دوبار انتر میکنیم و روی ازی کلیک میکنیم تا پاک شود. حال اولین کار ایست که ما مراکز این دایره ها را پیدا کنیم و دایره ها را ترسیم کنیم. به خاطر پیدا کردن مرکز این دایره و این دایره از این خط به سمت چپ آفست میگیریم به اندازه 38 و 38. همچنان از این خط پایینی به طرف بالا به اندازه 22 آفست میگیریم تا یک تقاطع ایجاد شود به خاطر ترسیم این دایره ها. پس آفست میگیریم، از این خط سمت راست او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، 38 وارد میکنیم، انتر میکنیم، از این خط به سمت چپ آفست میگیریم، باز هم به اندازه 38 از این خط به سمت چپ آفست میگیریم، از این خط پایین آفست میگیریم، او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، 22 وارد میکنیم، انتر میکنیم، به سمت بالا آفست میگیریم، 22 یعنی این فاصله. حال مرکز دو دایره رو پیدا کردیم، یعنی این دایره و این دایره. حال دایره ها را ترسیم میکنیم با استفاده از ای آیکن که در این قسمت قرار داره یا به صورت شارتکت سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، در این قسمت کلیک میکنیم و ببینید این دایره شایش 14 هست، 14 تایپ میکنیم، انتر میکنیم. دایره بعدی با قطر 26 ترسیم شده. پس به خاطر ترسیم دایره نظر به قطر میایم روی قسمت کلیک میکنیم، حالت دوم انتخاب میکنیم یا ای که به صورت شارتکت سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی مرکز کلیک میکنیم و قبل از اینکه چون شعار نیست ما نظر به قطر ترسیم میکنیم،
در اینجا روی دایمتر کلیک میکنیم یا دی تایپ میکنیم، انتر میکنیم و قطرش که 26 هست وارد میکنیم، انتر میکنیم. حال مرکز ای دایره بعدی را که از خط پایین نظر به فاصله 70 قرار داره ترسیم میکنیم. از این خط پایین آفست میگیریم 70، او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، 70 وارد میکنیم، انتر میکنیم. از این خط پایین به سمت بالا آفست میگیریم. این دایره را ترسیم میکنیم که قطرش 44 است. سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی مرکز کلیک میکنیم. به عنوان قطر این دایمتر انتخاب میکنیم یا دی تایپ میکنیم، دی، انتر میکنیم و 44 که قطرش است وارد میکنیم، انتر میکنیم. بعدا این دایره را مرکزش پیدا میکنیم. مرکز این دایره از خط پایین به فاصله 144 قرار داره که از این خط پایین آفست میگیریم 144، او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، 144 فاصله است، انتر میکنیم و از این خط به سمت بالا آفست میگیریم. حال این دایره را که قطرش 40 است ترسیم میکنیم. سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، در این مرکز جایی که تقاطع ایجاد شده کلیک میکنیم و به عنوان قطر دی تایپ میکنیم، انتر میکنیم و قطرش که 40 است تایپ میکنیم، انتر تا ترسیم شود. حال این دایره بعدی که از این دایره به فاصله 50 قرار داره و از این مرکز این دایره به فاصله 120 قرار داره، این رو نیز پیدا میکنیم. قبل از او ما به این خط ضرورت نداریم، این باید پاک شود چون در کار ما اشتباهی صورت نگیره. پس این را با استفاده از erase پاک میکنیم. روی erase کلیک میکنیم، روی خط کلیک میکنیم و انتر میکنیم تا پاک شود. از این خط به سمت راست به فاصله 50 آفست میگیریم، او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، 50 وارد میکنیم، انتر میکنیم. از این خط به سمت راست آفست میگیریم. همچنان از این مرکز به سمت بالا به فاصله 120 آفست میگیریم تا یک تقاطع ایجاد شود. او تایپ میکنیم، انتر میکنیم، 120 وارد میکنیم، انتر میکنیم. از این دایره به سمت بالا 120 آفست گرفتیم، اینجا مرکز این دایره پیدا شد. حال این دایره را که قطرش 20 است ترسیم میکنیم. سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، در این مرکز کلیک میکنیم، به عنوان دایمتر یا قطر دی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، قطرش 20 است، 20 وارد میکنیم، انتر میکنیم و این دایره ترسیم میشه. حال این خطوط اضافه و کمکی که ما به خاطر پیدا کردن مراکز دایره ها ترسیم کرده بودیم، اینا را با استفاده از کمند erase پاک میکنیم، یا روی ازی کلیک میکنیم یا ای تایپ میکنیم، ای انتر، روی خطوط اضافه کلیک میکنیم و انتر میکنیم تا پاک شویم. اینا به این خط ما ضرورت داریم چون این خط عبارت از این خط است و ما به این ضرورت پیدا میکنیم. حال از قسمت پایین دوباره شروع میکنیم کار خود را. در گوشه های این دایره دو خط ترسیم شده که اینجا ما این دو خط ترسیم میکنیم با استفاده از کمند line یا l تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی گوشه های زی کلیک میکنیم و به صورت perpendicular یا عمودی ترسیم میکنیم. اگر چنانچه در ای perpendicular و snap یا object snap فعال نبود، میایم روی object snap در این قسمت پایین رایت کلیک میکنیم، settings، میبینیم که perpendicular باید فعال باشد تا ما بتانیم خطوط را به صورت عمودی ترسیم کرده بتانیم. این خط را به صورت عمودی ترسیم میکنیم و همچنان در این سمت راستش، در کوادرانت سمت راستش یک خط ترسیم میکنیم. حال قسمت های اضافه زیر با استفاده از عملی trim پاک میکنیم. میریم روی trim یا tr تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی ای خط کلیک میکنیم، روی ای خط کلیک میکنیم، باز انتر میکنیم، روی ای دایره کلیک میکنیم، روی ای خط کلیک میکنیم تا او قسمت هایی که با ای دو خط تقاطع داشت و اونا رو میخواستیم پاک شود روش کلیک کردیم و پاک شدن. در این قسمت بالا ببینین در جایی که ای دایره که به قطر 44 قرار داره، یک دایره بزرگتر وجود داره که به شعای 38 است و مرکزش با این مرکز ای دایره یکسان است یا منطبق است. او را ترسیم میکنیم، سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، میایم در محیط دایره ماوس نزدیک میسازیم تا مرکز دایره را بر ما نشان بده. روی مرکز دایره کلیک میکنیم و شعایش که 38 است وارد میکنیم، انتر میکنیم. ببینید در این قسمت، یعنی این قسمت بین این دایره بزرگ و این خط، یعنی بین این دایره و این خط، یک دایره کوچک دیگه اینجا وجود داره به شعای 15 که با این دایره مماس است، با این خط مماس است و شعایش 15 است.
پس با استفاده از عملیه تانجانت تانجانت رادیوس، یعنی حالت ترسیم حالت پنجم ترسیم دایره که در این قسمت است، تانجانت تانجانت رادیوس، یک دایره رسم میکنیم که با این دایره مماس باشه، با این خط مماس باشه و شانش 15 باشه. پس یا میریم در اون قسمت که گفتم در اینجا کلیک میکنیم یا سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، در قسمت پایین روی از این کلیک میکنیم یا به صورت شارتکت تی تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم، میایم روی این دایره کلیک میکنیم، روی این خط کلیک میکنیم و شعایشه که 15 است وارد میکنیم، انتر میکنیم. ببینید برای ما یک دایره ترسیم کرد که با این خط مماس است، با این دایره مماس است و شعایش 15 است. حال قسمت های اضافه دایره را، این دایره را، این خط به طرف بالا رفته، این خط به طرف پایین رفته، اینا را تمامش با استفاده از ترم پاک میکنیم. تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم. روی این دایره کلیک میکنیم و انتر میکنیم. روی این خط کلیک میکنیم تا این خطی که به طرف پایین رفته او پاک شود. باز هم تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم. روی این دایره کلیک میکنیم، انتر میکنیم و روی این خط کلیک میکنیم. چون نظر به این دایره او خط که به طرف بالا رفته او را ضرورت نداریم، از این دایره به طرف بالا پس او را پاک کردیم. حال روی آل باز استفاده از ترم این قسمت های اضافه را پاک میکنیم. تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی این خط کلیک میکنیم و روی این دایره کلیک میکنیم. ببینین باز انتر میکنیم. نظر به این خط و این دایره ما قسمت های اضافه این دایره را ضرورت نداریم، پس روش کلیک میکنیم. حال باز هم تی آر تایپ میکنیم، دبل انتر میکنیم و روی این قسمت تی آر دوبار انتر، روی قسمت کلیک میکنیم تا قسمت های اضافه این دایره پاک شود. حال میام در قسمت چپ، در این قسمت جایی که دایره داریم با قطر 40، یک دایره بزرگتر اینجا وجود داره که شعاعش 32، مرکزش با مرکز این دایره منطبق است. پس در همین قسمت ما یک دایره دیگر ترسیم میکنیم، سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، میاییم مرکز دایره که فعال شد یا معلوم شد رویش کلیک میکنیم و شعاعش وارد میکنیم، 32، انتر میکنیم تا این دایره نیست ترسیم شود. در این قسمت مانند قبل، مانند این قسمت یک دایره وجود داره که شعاعش 14 است و با این خط و با این دایره مماس است. پس با استفاده از عملی قبلی که تانجان تانجان رادیوس دایره است، یک دایره ترسیم میکنیم در این قسمت که با این خط و با این دایره مماس باشه و شعاعش 14 باشه. به این کار C تایپ میکنیم، انتر میکنیم، این حالت انتخاب میکنیم یا تی تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی این خط کلیک میکنیم، روی این دایره کلیک میکنیم و شعاعش 14 وارد میکنیم، انتر میکنیم. در اینجا باز هم با استفاده از ترم قسمت اضافه که این خط به طرف بالا رفته این را هم پاک میکنیم و این قسمت دایره را هم ترم میکنیم. میریم ترم یا تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی این دایره کلیک میکنیم، باز انتر میکنیم، روی خط کلیک میکنیم تا او قسمت اضافه که از این خط برآمده او پاک شود. به خاطر پاک کردن این قسمت اضافه تی آر تایپ میکنیم، دوبار انتر میکنیم و روی دایره کلیک میکنیم تا قسمت اضافهش پاک شود. حال در این قسمت دایره کوچک که وجود داره، یک دایره بزرگ در این قسمت ترسیم شده که شعاعش از 20. مانند عملیه های قبلی یک دایره ترسیم میکنیم در مرکز این دایره که شعاعش 20 باشه. سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، در مرکز این دایره کلیک میکنیم و به عنوان شعاع 20 انتر تایپ میکنیم، انتر میکنیم تا این دایره ترسیم شود. بین این دایره و این دایره یک دایره دیگه وجود داره که شعاعش 40 است و با این دو دایره مماس می باشه. مانند قبل سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، حالت آخری که تی تی آر یا تانجان تانجان رادیوس انتخاب میکنیم یا تی تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم، روی این دایره کلک میکنیم، روی این دایره کلک میکنیم، شعاعش که عبارت از 40 است، 40 وارد میکنیم، انتر میکنیم. ببینید دایره بر ما ترسیم شد. حال این قسمت اضافه این دایره را با استفاده از ترم پاک میکنیم. میایم روی ترم کلیک میکنیم یا تی آر تایپ میکنیم، دوبار انتر میکنیم، روی قسمت کلیک میکنیم و روی قسمت کلیک میکنیم تا پاک شود. در این قسمت دایره وجود داره که با این خط مماس است و با این دایره مماس است. در این قسمت دایره ترسیم میکنیم که با این دایره مماس باشه و با این خط مماس باشه و شعاعش 15 باشه. سی تایپ میکنیم، انتر میکنیم، حالت آخر انتخاب میکنیم یا تی تی آر تایپ میکنیم، انتر میکنیم،
روی این دایره کلیک میکنیم، روی این خط کلیک میکنیم، آش 15 وارد میکنیم، 15 انتر میکنیم. حال مانند قبل با استفاده از ترم قسمت های اضافه را پاک میکنیم. TR تایپ میکنیم، انتر، روی دایره کلیک میکنیم، انتر میکنیم، روی خط کلیک میکنیم تا و قسمت اضافه که نسبت به این دایره وجود داشت پاک شود. حال باز هم با استفاده از ترم TR تایپ میکنیم، دوبار انتر میکنیم و روی قسمت کلیک میکنیم، روی قسمت کلیک میکنیم تا قسمت های اضافه پاک شود.